بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. دستگیری صدها تن در پیوند به جرایم مختلف از سوی پلیس تخار. باشندگان این ولایت از نهادهای عدلی و قضایی میخوان تا جنایتکاران را مورد پیگرد قرار دهند. برگزاری آزمون رقابتی امارت شناسی در ولسوالی فرخار تخار. اشتراک کنندگان از شفافیت این پروسه ستایش میکنند. و برگزاری مسابقات بزکشی در ولایت کندز. مسئولان میگویند این مسابقات را به منظور آمادگی ها برای حضور در لیگ برتر بزکشی را اندازی کردند. سلام و وقت شما بخیر. با داشتهای خبری این ساعت با من اسدالله زمره از رادیو تلویزیونی ملی تخار خوش آمدید. امروز دوشنبه 29 عقرب سال 1402 خورشیدی برابر است با ششم جماد الاول سال 1445 هجری قمری و مصادف است با 20 نوامبر 2023 میلادی. مشروع خبرها. پلیس تخار تا یک ماه گذشته صدها تن را در پیوند به جرایم مختلف دستگیر کرده است. کماندان امنی تخار در یک کنفرانس مطبوعاتی میگوید که منصوبین این اداره در یک ماه گذشته 138 تن را در پیوند به جرایم جنایی، فروش و استعمال مواد مخدر، قتل و فعالیت‌های تروریستی در این ولایت دستگیر نموده است. همکارم شاکر رحیمی گزارش می‌دهد. کماندان امنی تخار تا یک کنفرانس مطبوعاتی از بازداشت 138 تن در پیوند به جرایم مختلف در این ولایت خبر می‌دهد. مولوی ضیاءالحق حامد می‌گوید منصوبین پلیس در یک ماه گذشته 111 تن را به اتهام جرایم جنایی، 21 تن را در پیوند به استعمال و فروش مواد مخدر و 6 تن را به اتهام قتل و فعالیت‌های تروریستی بازداشت نمودند که قضایای آنها بعد از تکمیل تحقیقات ابتدایی به نهادهای عدلی و قضایی سپرده خواهد شد. با دغه یوامی است که تقریبا موږ یو سل یول استنه جنایی مجرمین گرفتار کړی دي. شپږ تنم هغه تروریستی موارد په اتهام باندې گرفتار کړی دي او یو ویستنه د مواد مخدرو په قضایاو کې موږ گرفتار کړی سي. مجموعه یو سل اته درس کسان کېږي. در عین حال شماری از باشندگان تخار در حالی که از شناسایی و بازداشت مجرمین از سوی پلیس ابراز خرسندی میکنند، اما از نهادهای عدلی و قضایی این ولایت میخواهند تا مجرمین و جنایتکاران را به سزای اعمالشان برسانند. ما از امارت اسلامی خرسند هستیم از اینکه امنیت در تخار تامین است، بخصوص در شهر طالقان. قبلا دزدی بود، چپاول بود، دغه یک سلسله گپای دیگه بود. فعلا گپان است، مردم راحت میتونن با کاروبارشان بروند. الحمدلله امنیت در شهر طالقان تامین است. فضل خدا دوز لندغه لیچک لگی گم شده، کاروبار خوب است. فضل خدا دیگه نه، پلانای بازسازی هم برابر است. این در حالی است که مسئولان قماندانی امنیت تخار از تطبیق 98 درصدی پلان امنیتی خیش تا یک ماه گذشته در سطح این ولایت ابراز خوشبینی نموده و از مردم میخواهند با نهادهای امنیتیشان مخصوصا پلیس صادقانه همکاری نمایند. برگزاری آزمون رقابتی تحت نام امارت شناسی در ولسوالی فرخار تخار. مسئولان در ریاست معرف تخار میگویند در این آزمون رقابتی صدها دانش آموز از مکاتب و مدارس شرکت کردند و شاگردانی که ستاره این برنامه شوند مورد تشویق و تحسین قرار میگیرند. در همین حال شماری از شرکت کنندگان را اندازی چنین برنامه های رقابتی را میان متعلمین در راستای شناخت جوانان از نظام موجود در کشور مؤثر می دانند و نیز بر تداوم چنین برنامه ها تاکید دارند. عبدالغفور فایق با جزئیات بیشتر این گزارش. برگزاری امتحان امارت شناسی از سوی ریاست معارف تخار در ولسوالی فرخار. به ادامه برگزاری های امتحان امارت شناسی در تخار، مسئولان معارف این ولایت این بار این برنامه امارت شناسی را میان 600 تن از دانش آموزان مکاتب و مدارس در ولسوالی فرخار به منظور تشویق و کسب معلومات بیشتری جوانان از ایجاد نظام اسلامی و رویکرد آنان در قبال جوانان برگزار کردند. با گفته برگزار کنندگان، دانش آموزانی که در این امتحان نتیجه عالی به دست آورند مورد تشویق و جوایز قرار خواهند گرفت.
هر آن کسی که در امتحانهای عمومی مثل همی امتحانی که امروز ما مردم میگیریم، هر شخصی که قابل قدر و قابل تقدیر باشه، هر فردی شما، بلکه او کسی که در امتحان فائز میشه با اونها تحیف داده میشه و دیگر هر فردی شاگردی مکاتب انشاءالله در امارت اسلامی بسیار یک قدر عالی یا قدر معزز داره. تو جلسه ها در جامعه ما که بسیار زیاد تاثیرگذار میباشد برای شاگردا و شاگردا یک نوع مثلا آگاهی پیدا میکنن از امارت اسلامی که مثلا امارت اسلامی چه قسم یک حکومت اسلامی است در جامعه و چه قسم یک حکومتی است که فعالیت میکنه، فعالیت دنیوی اخروی. از سوی هم شماری از شاگردان مکاتب در حالی که برگزاری این برنامه های رقابتی را برای دریافت بیشتر معلومات در مورد نظام امارت مؤثر عنوان نموده، از شفافیت این روند ابراز خرسندی می کنند. قطع جامعه افغانستان بسیار مفید و خوب است که باید امارت اسلامی را بشناسند و در ضمن که نمیشناختن بعضی کسانانی که گمان های بد داشتن با مطالعه این کتاب ها و این چپتر هایی که از طرف بزرگان امارت اسلامی برای شاگردان مکتب و شاگردان مدرسه تقدیم نمودن، واقعا بسیار یک کار خوب و عالی بودن که بخشان از جهادی که مردم افغانستان بر علیه اشغال کرده بفهمن که در افغانستان چگونه قهرمانه هایی بود و چگونه قهرمانه هایی را کردن که امروز افغانستان از قید اشغال آغاز شده و آزاد شده و مردم افغانستان میتونه در یک استقلال کاملا 100% استقلال زندگی بکنه. این در حالی است که پیش از این پوهنتون تخار و شمار دیگری از نهادهای تحصیلی در این ولایت امتحان امارت شناسی را برگزار کرده بودند که در آن صدها تن از محصلین با شور و شوق اشتراک نموده بودند. استقبال باشندگان تخار از فعالیت‌های شبانه پلیس قماندانی امنین ولایت. شماری از باشندگان تخار میگویند که فعالیت‌های امنیتی مخصوصا چک پوینت ها و گزمه‌های شبانه پلیس باعث افزایش کاروبار و گشت و گذار مردم در شب شده است و آنان می توانند در یک فضای آرام و بدون تشویش در نیمه‌های شب کار نمایند. در این حال مسئولان پلیس این ولایت به مردم اطمینان می‌دهند که به خاطر آرامش و خوشی‌های مردم بیشتر از پیش تلاش می‌کنند. عبدالله نیازی گزارش می‌دهد. شب‌های طولانی و تلاش‌های بیشتر به خاطر جلوگیری از هر نوع اخلال امنیتی و آرامش مردم. منصوبین پلیس تخار هستند که با افراز چک پوینت ها و گزمه های سیار در شب شهر و بازار، کوچه و پس کوچه های طالقان را تحت نظر دارند و به هیچ کس اجازه نمی دهند تا خوشی و آرامش مردم این شهر را برهم بزنند. شب و روز در خدمت مردم قرار داریم. شب چکپین داریم، گزمه داریم. الحمدلله چکپین و گزمه را شب کنترل میکنیم. الحمدلله در ساحه اوزه چارم الحمدلله امنیت تامین است. هیچ نوع مشکلی وجود ندارد. قماندان امنی تخار هم فعالیت روزانه و شبانه پلیس را جدن کنترل میکند. به گونه عادی و به دور از تشریفات. در نیمه های شب وارد حوزه ها و قطعات پلیس میشود و پلان های امنیتی منصوبینش را نظارت می کند. مولوی ضیاءالحق حامد به مردم تخار اطمینان می دهد که آنان آرام بخوابند تا پلیسشان بیدار است. ما گروهی در امنیت لپاره شپه و راست سلیر ساته مخبل پرسونل تم حکم کرده پلان نمو متجور کرده تطبیق کردیم هم دیده امنیت برخه که نمگه دا پیغام دستی دوی ده سلیر ساتا اینه پا امنیت که زوند که کشپایی که ورازی مخبل زوند ده که تک را تک ده که مطلب مگه دوی تا دیده امنیت برخه که سلپ سره مگه اطمینان ورکو. در این حال افزایش فعالیت های شبانی امنیتی پلیس تخار به استقبال باشندگان این ولایت روبرو شده است و تاکید میکنند با این کار نیروهای امنیتی گشت و گذار و کار و بار مردم بدون تشویش در شبها بیشتر شده است. نظر به گذشته ها البته دیگه 95% واقعا برقرار است دیگه. همیشه از طرف شب چون ما اصلا در سابقه برآمده نمیتونستیم بیرون، البته با موتر یا با وسایل نقلیه دیگه، فعلا خدا را شکر وضعیت بسیار برابر است. وضعیت امنیتی خیلی خوب است. در گذشته خود مردم به دیش به شاه از خانش برآمده نمیتونست،
فعلا ما تا 1 شب و 12 شب اونجا هستیم، کاروبار میکنیم، فرد خودم نمیاد است. گفتنیست قماندان امنی تخار پس از آغاز کارش در این ولایت به خاطر جلوگیری و ریشه‌کن شدن جرایم جنایی شوراهای هماهنگی میان مردم و پلیس را ایجاد کرده است و گفته می شود با تطبیق برنامه‌های امنیتی و هماهنگی مردم با پلیس جرایم در این ولایت کاهش یافته است. و حالا توجه فرمایید به چند خبر ولایت. بودوزان در ولایت کندوز از رونق کاروبار خود سخن میگویند. آنون میگویند با وجود واردات بودهای خارجی به این ولایت هنوز همکار آنان علاقمندان زیادی دارد. آنون میگویند که اگر به آنان توجه بیشتر از این شود میتوانند برای دهاتان زمینه کار و کاسبی را فراهم نمایند. عبدالحمید صدیقی از ولایت کندوز گزارش میدهد. بودوزی از صنایع دستی نسبتاً پر رونق در کندوز است. کارگاه بودوزی وطن یکی از ده ها کارخانه بودوزی در کندوز است که از سوی احمد فرید تأسیس شده است. بنا به گفته مالک این کارخانه، وی برای دستکم 10 تن زمینه کار و کاسبی را فراهم کرده است و اگر دولت توجه بیشتری به او بکند می تواند افراد بیشتری به کار بگمارد. اگر دولت وعده بر ما داده میتونن که ما میتونیم تولید خود را گسترش بدیم، شاگردان زیاد تربیت کنیم، کارخانه زیاد در بخش ولایت کندوز که ما فعلا فعالیت میکنیم زیادتر مثلا کارخانه ایجاد شوه، کار زیاد شوه، ما 100% میتونیم برش بگم که کارگرها زیاد تربیت کرده میتونیم. اما مشکل عمده ما این است که دولت بر ما متوجه شوه، مواد خام شه، در هر نگاه این مواد حمایت کنه. جوانانی که در این کارخانه کار میکنن از درآمد و شغل خود ابراز رضایت دارند. آنان میگویند ماندن در وطن و خدمت به مردم را نسبت به خارج رفتن ترجیح میدهند. از رفتن خارج و پاکستان و ایران از اینجا خوب است که ما بریم اونجا مسافرت کنیم، اینجا روز 300 یا 400 اینجا ما پیدا میکنیم روزگار خانم تر میشه. در همین حال شهروندان کیفیت بوت‌های ساخت وطن را خوب توصیف نموده، از شهروندان خواستار استفاده از تولیدات وطن هستند. بوت همی وطن را بگیریم، بوت‌های شالی است، بوت خوب داره، ای چینایی کده، ای چی کده، این بوت ها ما غلیمت است، یعنی این چی زیاد شده در وطن ما، کیفیتش هم بالاست. از اینکه از کشور دیگه بخریم خوب است که از بوتای ساخت وطن خود استفاده کنیم، برای کشور خود مفید می باشه. دیگه بسیار بوتای خوب است، دیگه ساختش هم بسیار خوب است، کیفیتش هم بالاست. این در حال است که همکنون ده‌ها کارخانه بودوزی خرد و بزرگ در ولایت کندوز فعالیت دارند و روزانه صدها جوره بود تولید می نمایند. و همزمان با سرد شدن هوا مسابقات بزکشی در ولایت کندوز افزایش یافته است. مسئولان در فدراسیون بزکشی کندوز میگویند که این مسابقات برای آمادگی ها برای لیگ بزکشی برگزار می شود. فضل رحمان رحمانی در این باره گزارش می دهد. بزکشی از بازی های عنعنوی و سنتی در میان باشندگان کندوز. پیر و جوان همه به تماشای این بازی می آیند و لحظات خود را با تماشای این بازی هیجانی شاد می‌گردانند. مسئولان می‌گویند با این بازی‌های مقدماتی و محلی می‌خواهند خود را برای اشتراک در لیگ ملی بزکشی آماده سازند. پرونه لوبه سیوا دی لیگ دی آمادگی لپاره تقریبا منگا 15 دی قوس کابل کې لیگ لرو، منگا پرون 56 ته آماده کړل، اماسون هم 56 چکم کړل، څه کم 56 کم پهلوان کم اس کابل لیک لپاره باید وی منګ لیست جوړو، کټګوري بندی کو 56 او د اسونو ترمنس اومدګي لیک برگزار میشه. استادفی فدراسیون بسکشی از طرف مصافیدا ولایت کندوز را اندازی شده راجع به اومدګي لیک یک اومدګي بگیریم. اون باشندگان کندوز که به تماشای بازی بسکشی آمدند میگویند از اینکه این بازی ها در فضای امن صورت میگیرد خوشحالند. آنان بزکشی را از بازی های مورد علاقه خود می دانند. امروز ما به سیل بزکشی آمدیم که در ولایت کندوز یک بزکشی بسیار خوب برانداخته شده و این بزکشی یکی از
ورزش های عنانوی ماست. وقت دیر خو نظم برابر ده او دیر خولی فضا ده او دیر خو بسکشی ده نو همده لپار راغلی و روند برگزاری مسابقات خزانی بسکشی در ولایت کندوز در حال آغاز شده است که این ولایت چاپ اندازان خوبی دارد و در سالهای گذشته تیم بسکشی این ولایت در لیگ ملی بسکشی درخشش خوبی داشتند. بینندگان و شنوندگان رادیو تلویزیون ملی تخار، این بود داشته‌های سرویس خبری ساعت که تقدیمتان شد. تا خبرهای دیگر خدا حافظ و ناصرتان باد. بیننده ها و شنونده های محترم رادیو تلویزیون ملی تخار، توجه نمایید به اعلانات امروز دوشنبه مورخ 7 ماه جمادی الاول 1445 هجری قمری برابر است با 29 ماه عقرب سال 1402 هجری شمسی. اسامی نثار احمد ولد قدرت الله، مالک راهنمای معاملات نوندیش، خواهان انتقال دفتر خیش از ساحه چهارراهی مطبوعات و چهارراهی گودام باقی ناحیه دومی شهر طالقان میباشد. بنا افراد و اشخاص ادارات و مؤسسات در صورتی که با موصوف معامله‌ای داشته باشند می توانند الا مدت 10 روز عرایضشان را به ریاست عدلیه ولایت تخار تسلیم نمایند. مدیریت نمایندگی اسپنسری طالقان 6 باب دکان نجاری و مستری خانه، تجای 2 باب دکان مستری خانه و پنجره گیری و همچنان سرایبانی 1 دربانسرای مستری خانه واقع سرک مال بازار را به داوطلبی سپرده است. داوطلبان می توانند درخواستی هایشان را سر از نشر اعلان الا مدت 21 روز به مدیریت نمایندگی اسپنسر طالقان تسلیم نمایند. مدیریت عمومی املاک مازاد دولتی مصافیت ولایت تخار موازی 9 جریب و 8 بیسوا و 10 بیسوا زمین آبی و قسمت للمی واقع خارج از محوطه زندان شهر طالقان را به داوطلبی سپرده است. داوطلبان می توانند درخواستی هایشان را الا مدت 21 روز به مدیریت عمومی املاک مازاد اماراتی مصافیت ولایت تخار تسلیم نمایند. اسامی محمد یوسف، ولد عبدالواحد، محمد، ولد محمد حسن، جواد احمد، ولد عبدالبصیر، دلآقا، ولد عمرگل و شهزاده، ولد عبدالرزاق پاسپورت و تذکره‌های الکترونیکیشان را مفقود نمودند. یابندگان می توانند به اداره احصای معلومات و امنیت پاسپورت ولایت تخار تسلیم نمایند.